با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و بیننده های گرامی، امیدواریم که سر حال و سلامت باشین. قسمت دیروز را دیدین، قسمت نهم را که ما رفتم همراه پدر نسرین صحبت کردم و او حاضر شد و واقعا یک آدم بسیار منطقی به نظر میرسید. باز همراهش گفتم که ما میخواییم زندگی نامه دخترشم را یک مستند جور کنم. باز اونا قبول کرد، ما همراهش خصوصی ششتم، گفتم که خود معرفی کردم و کار خورم گفتم. گیالم ما همراه نسرین زنگ زدم و آدرس را دیدم که باید قسمت دهمی زندگی نسرین را ثبت کنیم. اما گفته های شما را ما قبول کردم که داخل موتر طرف طرف کاری درست نیست. اینالی ما یاد داخل امی اتاق که داریم اینم اینجا میشه با هم دیگه همگی از ما شما داستان زندگی نسرین را میشنویم. باش که چیز من مایا دیگه باش به نظر ما بیا پیدا دی. سلام علیکم، خوبی؟ جوری بخیر، سلامت در حالی؟ جوری بخیر. بیا اینده اینجا بشی، اونجا یخ نیا؟ یخ اینجا بخوری، اینجا روشنگ دو اینجا بشی. خوبی؟ جور بخیر، سلامت، سر حالی؟ چه خبر ها؟ سلامتیش. یال راحت شدی؟ اره خوی نی رقمه نه، ما خود از روز اول گفتم ما این خنجای آتیت صحبت نم تو مگی آتیم ما رو مکشه. خب ما آقین ترس میخوردم دیگه، ترس میخورم از خاطر دیگه. نه دیگه ترس نخورد دیگه، آتیت تو واقعا آدمی منطقی معلوم شد دیگه. هیچ پدر مادر نیه که اولاد خود دوست نداشته باشد بعدی اولاد خوبی خواهی؟ جامعه از ما کلن از پدر مادر ترس میخوانزو خاطر گفار بشکیم. خب نه، مشکل است توی بده که مثلا در خورترکی نه در زمان کریزه بوده و مشکلات که پیشمده تو شاید از نگاه روحیم روحیه کش شده یا مثلا روحیت خورد بوده نتونسته همراه پدر مادر خو یا برادر خو درست صحبت کنی. بازم یال خیلی خوب شد، ما هم خوشحال شدم واقعا که همراه پدرت هم صحبت کردیم و خودت هم راحت تر شده نشده؟ خب بازم خدا رو شکر که جوره دیگه. واقعا باید در نظر ما باید فامیلا یک زمینه را فراهم کنه تا بیتنه مثلا دخترها پسرها همگی بیتنه همراه پدر مادر خود صادقانه دوستانه بیتنه صحبت کنه. آه همیشه از مارک در سوال داری پرسان کو ما کی جواب چه دیشته باشم حتما مگیم. تو تا به حال گفتی آقای درم نه؟ آره آقای خوار درم ما تا به حال یا ویخ یکان جای قنقیخ چکر بودش یا وقت بخشش بیلی کپایدی چی گوش کنی مشکلات چی گوش کنی مثل یک دوست واری اون تک کار رو کدی؟ راست بگیم؟ آره اگر راست شو بگیم خدایی خود چکر رفتیم. آه چکر مثلا همراه خوار خو یه طرف طرف چکر بردم رفتیم، ولی اگر حقیقت رو بگیم اونمو رقم یک فضا را فکر کنم ما هم خودم نتنستم بخشی خوهر خو فراهم کنم که واقعا او بایم و مشکلی خوب مشکلات های ساده ساده رو موگیه که مثلا ما یک چیزی نیاز دارم اگر بیخریم مثلا پول نیاز دارم مثلا یکی، ولی در نظرم در اکثر فامیلای میرقم یک شرایط فراهم نیست که دخترها حتی پسرها باید یک درد دیلی که داره یک مشکلی داره. مثلا امی روز اول که مو استوش کردی اگر مو شرایط فراهم مو بوده تو مو رفتی قد پدر مو گفتی که آتای جان مثلا ما این روز امیتی یک نفر در موچر شیشت مار تا بازار رسن، ولی این مرقم یک قصه شد. اجازه است که ما مثلا اون نفر این میخواهش رکده اجازه است که ما امور بخوایم در خانه توم همراهش صحبت کنه. ما خودیم دوست دارم که مثلا امی داستان زندگی خوب بگیم که چونی در دل مثل یک اقدال لی یک دانی سرطان لی است، نه ما نمیخوایم که مثلا یک نفر دیگه دمی سرنوشت گرفتارش نه، ولی چون نمو شرایط و امو فضا فراهم نبود دیگه مستو یک اشتباه بزرگ کردی.
و باز ما خوشحالیم که اشتباه را کردیم ولی اشتباه را ادامه ندادیم. نه یک بزرگ هستم میگه اشتباه اشتباه کدو اشتباه نیست ولی در اشتباه ماندن اشتباهه. خب ما یک اشتباه کرد انسان جایز الخطایه، ولی خدای نخواسته اگه این اشتباه را ادامه میدادی آخرش یک مشکل پیش میماد. امیر خان بود نبود ما واقعا خیلی خوشحال شدم که اما دی نمی اتاق از ما هر زمانی که خواستی میتونی بای دیگه ما هم خوشحال میشم. آره دیگه خود در هر جامعه دختر نیاز داره که آتش لاله شی حتی بیشی قنیمش مثل یک دوست گپای دلش گوش کنه مشکلات حل کنه، ولی ارقام نیسته. دقیقاً او تانا دخترانه ما بچه هارم در نظرم که نیاز داره. ما یک خاطره نکنم، ما زمانی که دوران مکتب بود یک بچه همسینفیم بود، ای رفت یک دو سال در پاکستان. خب نمیفهم در پاکستان چی اشتباه کرد، باز همی فامیلش از این خیلی ناراحت بود خصوصا پدرشی. تقریبا یک سال دو سال همراهی صحبت نمکرد، بازی بچه هم رنج خلاصه خیلی رنج میدید، آتیش هم خلاصه. خب پدر دیگه چی نباشد مسته نه. باز ما یک شو همی بچه را دخانی خوکی کدوم، گفتم او بچه او نمو آتیت میشه، گفتم بر بل دیستو پایش بفتو، گفتم او از تو متنفر نیسته، گفتم او خلاصه پدر تیار رقم باشد، گفتم تو کما غرور خو پایین بایرو جوان هستی هسته دیگه، اونمو پدر تو میشه اگه اشتباهی کده ده اشتباه خو پای ببر از پدر خوب مذرت بخوای، این لازم نیسته دیگه تا چند سال تو گب نمیزنی. بازو او کار نکد، باز یک بگم ما خودم رفتم خانی آتش هم گپ زدم، این بچه رو گفتم یال از پدر خو مذرت خواهی کو، گفتم ده مذرت خواهی تو هیچ کار نمیشه کم نمیشه، اون پدر تیه کسی بیگانه خو نیسته دیگه، اونو از پدر خو مذرت خواهی کرد اون مشکل حل شد. دو سال که بودم خود خو کار میگرست آتشم حتی ده یک جای نان نمیخورد، ای ده یک اتاق نان میخورد ده دیگه اتاق ده یک خانه زندگی میکرد. خب اینی مشکلاتیه که مو شما خصوصا کسایی که مو جوانات درک نمیتنی. نه اگه نه پدر مادر دم بیگانه نیسته، مثلا خب شرایط از تو کاملا فرق نه، چون تو یعنی از ریزگی خود تحت فشار بوده، شاید اینمی رقم یک دوست هم ندشته که تو را مثلا میگفته. آره چون ما اگر از ریزگی خود مرکز درک میکرد آتیم لالیم، ما بخاطر گپای مردم قوم بخاطر تمامی گپایی که شد اگه واقعا ما درک میکرد ما شاید یال یک آدم مستقل یک آدم دیگه بودم. خود دالی نشد خواه یال همون را گذشته دیگه، گذشته را فراموش کو، اینمزی دقیقه فهمیدی از این به بعد دیگه زندگی نو را شروع کو، او چیزها را بخی فراموش کو. گذشته یال 13 سال تیر شده، 12-13 سال ده، 12-13 سال خیلی تغییر آدم ده، هم ده فکر و ذهنیت پدر تو، هم خودتون هم خدا کلان دختر شده یاله دیگه چی لازم که تو گذشته رقم باشد. بازم گذشته یاد آدم ما وقت خنجید گفتم از پیش از آدمی چطل که جنکش می گفتم آدی چون لبم قدر زخم شد. آره خب ما توقع داشتم قاتل مدفه بخم به ما ده که دلداری می داد، نه که میماد از این مذرت خواهیم کرد بخاطر تمامی چیزا. خب ولی اما قدر توقع داشتیم که تو میماد بخیم حال مرسان کرد ولی نکد. خب می چیزا واقعا دیاد آدم و یا حال دم خراب میشه. خب صحیح، ولی اینالی ما که فکر نوم از 12-13 سال پیش تا یالی خیلی تغییر آدم داد در جامعه نه، و دومیه که مثلا خب یادم میرخم فکر که باز پدرها درس نخوانده نه، همه همیشه زحمت یالی ما طرف پدر سر کدوم واقعا خیلی زحمت کشیده یا در دورنج و غم کشیده که مثلا چینای پیشانیش که سر کدوم ما فهمیدم که واقعا خیلی خیلی چیزها رو تحمل کرده در زندگی. خب دیگه ما جوان ها کجا درک مونیم دیگه، یال خواهش از ما به عنوان یک برادر است توی که او چیزها رو فراموش کو، مثلا همراه پدر خو کنه و قدرت نداشته باشی، چون ما فهمیدم که پدر تو چقدر تو رو دوست داره، خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، همگی اولاد دوست داره، باز صحبتی آتیت سر دیم تو رو خیلی زیاد دوست داره دیگه، او چیزها رو فراموش کن دیگه. خب
خب ادامه داستان خواهی که بگیم خیلی خوش میشم. در کجا بود؟ که گفتی لاله ماماد از ایران؟ آره لاله ماماد یک درد دیگه یک دروازه روز کرد در رویم که لاله ام که زیران ماماد خب آردش قداته مرفته کار کده و مسئله افتلا برپیر گرفته بود. آها او که تصادف ها؟ آتی هم خب کار کده در لاله مار قدر ساموک در دیگاهش قرصه بود از این دفعه لاله ام خماد پیسه نورده دک هیچ پیسه نورده؟ آردت خب کم بود کم ها پولی ایران پولی ایرانه هر شو قنجقه آتی ما بیم گفته که باید خاتون کنم خاتون خون زن کنم باید زن خواه شو قصه زی بود بود بالاخره در این نتیجه رسید که آنو یک زن بایدی کنه و امار بدلی کنه قنجش یعنی چی؟ یعنی که او خاتون باز لاله خاتون چی باید همراه ما رسید خب باز تو قبول کدی؟ باقیش باز نقلم باید برم خیال موری سر کار خوب موری؟ سر کار نوخت میشم خیر عزیبا منجی مایم قصه هم سیه نزیز عزیبا باید دیگه این منجی میتنی بایی سیه باز حتی پدر تو گفت می اگر خواستین میتنی ما دخانیشیم باییم مشکل ندرسه ما دیگه بازم خوشحالتون بور دیگه سرستون وقت نشنه خواه خدافیز خدافیز خب دوست عزیز ویدیو رو تا حال دیدین ما خیلی خوشحالیم که همراه پدر نسین صحبت کدوم و او هم واقعا یک آدمی خیلی خوبی بود خلاصه پدرها همگیشی خوبه آدم باید دیست پدر خوره همیشه وقت ببوسه باز قبول کرد گفت یالی دخترم کلان شده گفت این قصدیری که ما در زندگی ازی تصمیم گرفته و یالی خود چی میتنه تصمیم زندگی خوب بگره ولی با مشوره از مو با مشوره فامیل و ما از پدر جانی یک مذرت خواهی کردم گفتم که مو یک اشتباه دیم دیگه از کوچیکا لخشیدن و از بزرگا بخشیدن و تشکرم از شما که خیلی هایشم خلاصه در کامنت این موضوع را برای ما گفتین و ما هم عملی کدوم امیدواریم که ادامه داستان نسرین را بشنویم و از این رقم داستان ها در زندگی خیلی های از ما شما ترشده و این داستان باعث عبرت از ما شما شنه و همچنان راستی یک دنه خانوم برای ما امروز یک وایس میسیج را یک داد که ما یک قسمتی از او را برایش میلوم باز یک قدر زنگ مایه در ما که مار تباه کد بخدا ما ای را قید کنم با اجازه شیم یک مادر جان برای از ما پیام داد گفت ما داستان زندگی خرا اگر برای تو قصه کنم گفت داستان زندگی نسرین هیچ چیزی نیه گفت مرا شش ساله در ازدواج داد باش ما صدایش را بلوم یک قسمت چی باز ما و مادر جان را گفتم گفتم شما می داستان زندگی خرا برای از ما روان کن ما او را بخش مردم جرنم خب ما ای مادر جان را همراهش گفتم گفت ما امروز یک جای مهمانیم از مهمانی که مادوم فرصت کدوم کلی داستان زندگی خرا برایشیم قصنم روانم بعد از او گفت تو را برای مردم امو صدای از ما را بلو دیگه او را ما صبح که نسرین ماد یا مثلا اگر یک روزی که او امی مادر او داستان روان کرد باز ما میلوم پیش نسرین که میگیم از تو که در یک آدمی رنجیده تر هم هست باید تو باید استوار قدم بال کنی ای از تو که در خیلی آدمایی بوده که خیلی مشکلات زیادتر داشته باشه ای داستان از این مادر جان که پیش نسرین بلوم حتما او هم روحیه میگره که ما خیلی خوبی میال کسایی بوده که خیلی مشکلاتی بیشتر از ما داشته بوده خوشحال باشین دیگه خدا نگهدار شما عزیزان دل